گروه سایبری اسای موسی اعلام کرد که انفجار قدس کار ما بوده همچنین سازمان فضایی ایران اعلام کرد که میخواد یک منظومه ماهوارهی حلوش ایران ایجاد بکنه قدم های مثبتی برداشته شده و شورای عالی امنیت ملی عراق هم اعلام کرد که نیروهای عراقی در مرز ایران و اقلیم مستقر خواهند شد بریا غفوری هم رفت و گونیم و خبرهای دیگه و در طول برنامه به ریش براندازان هم خواهیم خندید <applause> سلام ایرانیان سلام هموطنان ما در باکو نخچوان تالش تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه سرتاسر جان اونایی که صدای ما رو میشنون دوستان عزیز گفتیم که ما هم خدایی داریم پس از به شهادت رساندن دلاور ما داوود جعفری پیاخو تایفه این شیرمرد ایران این شهادت رو اعلام نکرد تا زمانی که تقاس گرفت. همه شواهد و قرار میگفت این برنامه حرفه ای تر تر و تمیزتر از این حرف است. و سیونیست ها گرگیجه گرفته بودن نمیدونستن از کجا خوردن و میگفتن هیچ فیلمی در لحظه انفجار وجود نداره تا اینکه گروه سایبری اسای موسا که یعنی جیکو پوک این سیونیستان رو بیرون کشیده توی یکی دو سال اخیر یعنی سری ترین نقاط سیونیستی نظامی امنیتیشون رو دل رو بیرون کشیده <تصفح> و فیلم منتجر کرده و جالبه در یه جایی میگه که ما واسه تون دوربینا رو فرمت کردیم <تصفح> زحمتتون کم کردیم <تصفح> خاک دو زرت زیبا کلام براب هم گوشت درست کن <تصفح> خب بریم بخشای از این فیلمی که گروه سایبری اسای موسا منتشر کرده رو ببینیم یک کمی بخندیم به ریش سایونیستا میخواستید آتیش در خونه ما بندازید با چهار تا برانداز و سلبریتی در بداغون خب ما از این شرتون رو برگردونیم و تو خونه خودتون انداختیم گفتیم که خدای ایران سنگ دلترین خدایان است واسه همین دشمنان و وطن فروشان و خائنین ببینید این فیلمو خب این قسمتی از فیلم البته مشخصه اگر میخواستن تلفات بیشتر هم بگیرن با سب میکردن تا اتوبوسه میرسید بعد این سگویریس ها میرفتن رو هوا فرشدکان هم گفتن بیا بیا و معلومه یک کشتاره و اینکه اعلامش هم کردن گروه سایبری اسای موسا که همون کانتکس ما هم خدایی داریمه و نشون میده که ثابت میکنه به سریوسه که شما آسی پذیرید تو یک سرزمین خیلی غصبی خیلی کوچیک و جمع کردن یه چند تا نمیدونم سیونیست در جهان و آوردنشون اونجا و کلی آموزش و اینا هم که بهشون میدن در هر صورت خدای ما اونجا حضور داره و میزنه تو ملاجشو خب و یه جا میگه که ما دوربینار رو هم واسه تون فرمت کردیم زحمتتون رو کم کردیم و کلی اطلاعات این گروه سایبری اسای موسا عرض کرده بودم که توی مدت از سیونیستا به دست آورده بود و شدیدن هم پذیر یعنی بلایی که این گروه سایبری سایونیستا آورد چه میدونم بدترین دشمن سرشون نیاورده تا حالا که به اندازه این گروه سایبری عورت اینا رو بیرون نینداخته دوستان عزیز خب اما پس از اینکه ایران اقلیم شمال کردستان رو زیر ضربات کوبنده قرار داد و موشمرگ ها مثل گربه ای که در یک کلونی موش قرار بگیره هر کدوم به یک سوراخی فرار میکردن رهبرانشون رو چند ده نفر از اونها هم به حلاکت رسیده بودن و ایران هم ده روز به مقامات عراقی و اقلیم فرصت داده بود که این موش دنیا رو جمع بکنید کلاهاشون رو جمع بکنید و وگرنه لشکر ما به حرکت خواهد آمد و حائل ایجاد خواهیم کرد بین اقلیم شمال عراق و ایران و ایران کاملا جدی این دفعه با دفعات قبل فرق میکرد این تو ببینی با تو های دیگه فرق میکرد و نیروهای مسو ششو فهمیدن که چاره ای ندارن و باید البته در مورد مرز شمالی با ترکیه هم اعلام شد که دیگه از این به بعد مرزمانان عراقی خواهند و چون هشت شبینو میاریم اونجا تازه این دفعه ای روند معکوس میشه کاری <تص> که با توفاله های خلق کردیم اون زمانی که تو کمپ اشرف بودن بعد اینکه صدام سرنگون شد دیگه اونجا هر روز زیر ضربات ما بودن شک نداشته باشید نمیدونم بچه های هشت شبی میان اونجا <applause> این آغاز بدبختی این موش مرگاست دیگه از این به بعد رنگ آسایش آرامش رو دید دوستان عزیز اما بریم خبرش رو بخونیم <تصفيق> 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 شورای امنیت ملی عراق نیروهای عراقی در مرزهای ایران با اقلیم مستقر می شوند. شورای امنیت ملی عراق اصل چهارشنبه نشستی به ریاست محمد شیا السودانی انسان شریفیه و رئیس ستاد پیشمرگ های کرد تشکیل داد و در آن مقرر شد تر استقرار نیروهای عراقی در مرزهای اقلیم کردستان با ایران و ترکیه به اجرا درآید. و بهشون گفته اگر انجام ندراید ایران داره سی تومین کاسکلی حالا دیگه خودتون میتونید مسو شش دوباره باید بره رو کوها وگر نه جدیه نوچیر وانگنگو گنگو باید یه فکری برای خودش بکنه خلاصه سنبه این بار پرزوره و اینا هم تسلیم شدن عرض کردم، مطمئن باشید بچه ها شبی خودمون هم بیان اونجا حال روزه مصطفی هجری جلمو و نمیدونم عبدالله معتدی زیر مشگلون و اینا دیگه از این به بعد زاره دوستان عزیز حال روزشون خیلی خرابه اون موقع خبر بدم اینه رئیس ستاد مشترک ارتش عراق هم کیه؟ تا قبل از دولت محمد شیال زودانی رئیس هشت شبی بوده یکی از فرماندهان ارشد هشت شبی و از نیروهای بسیار نزدیک به ایران <تصفح> دیگه خودتون بدونید دوستان عزیز من چی گفتم <تصفح> ما هم خدایی داریم <تصفح> ببین چطور داره روند معکوس میشه واسه دشمنان ایران زمین اون از رژیم جلی که سیلی خورد این هم از توفاله هاشون نوچگانشون خب اما بریم یک خبر خوشم در مورد ایران عزیز ما ایرانی که خداوند عزیز بد طوری به اون مهر داره اونو دوست داره و هوای این سرزمین رو داره و نگاه ویژه‌ای به این سرزمین دوخته میخوایم یک خبری بخونم گام های سازمان فضایی برای ایجاد منظومه ماهواره ها یک کمربند ماهواره میخوان دور ایران بزنن تحریک منجر به ارائه اینترنت می شود رئیس سازمان فضایی سازمان فضایی ایران در خصوص ساخت منظومه های ماهواره ای برنامه مدونی دارد برنامه به این صورت است که از شگیری شرکت های دانش فعال در این حوزه حمایت کنیم تا به مرور زمان به یک کنسرسیوم تبدیل و سازنده ماهواره مخابراتی کوچک تا 300 کیلوگرم شوند برای این منظور در گام اول رسیدن به منظومه ماهواری آی او تی باند باریک را در دستور کار داریم که با هم همکاری بخش خصوصی اجرایی می شود دم دولت رئیسی گرم که واقعا این سازمان فضایی رو تو این یک سال اخیر چقدر فعال کرده اون حسن گمال که برای رضایت اربابش که همه برنامه رو خوابونده بود نکنه ارباب ناراحت بشه یه بار خاک تو سرت زیبا کلام خرید کپو تاج زده خب گام بعدی ماهواره باند پهن است که حتما در این بخش نیاز به همکاری های بین المللی داریم اجرای این تر منجر به ارائه اینترنت خواهد شد کلا برنامه سازمان فضایی ما با سرعت در حال حرکت با روابط گسترده فضایی که با روسا برقرار کردیم تو پرتاب ماهواره خیامم دیدیم و قرار شده ماهوارهای خیام دو سه و چهار در ایران و با انتقال تکنولوژی باش ماهواره بسیار قدرتمندیه و از اون چند روز پیش سردار حاجیزاده عزیز ما هم گفتن تا پایان سال یه ماهواره نظامی با ماهواره بر قائم 100 پرتاب خواهد شد که میتونه تا 100 کیلوگرم ماهواره فضایی رو هم کنه با خودش یعنی ماهواره که نظامی که تا پایان سال پرتاب خواهد شد پنج تا ده برابر از ماهواره نور یک و نور دو قدرتمندتر خواهد درود میفرستم به فرزندان ایران زمین که این چنین با دست خالی با نیروی ایمان و پرستی این چه کارهای بزرگی میکنن خدا وکیل اما اینا رو مقایسه کنید با براندازان در با دل پولی نشاد آیکیو پایین <تصفح> نمیدونم اخلاقیات که هیچ او خیلی وقت پیش به قول ما درنی آش حراجش <تصفح> کرد و آیکیو پایین صد سواد پایین مطالعه پایین شعور پایین <تصفح> عقل که یخ ندارن فقط یک دل پر از عقده دارن همین عقده ای به تمام معنا و این عقده کورشون کرده بقیهشون هم همینطوره شازده کوزپت خدا و کلی آیکیو داره مریم سرهر اون چطور اون کل هنر زندگیش این بوده ابری شمچی رو گذاشته شده زن مسعود شده بعد سر مسعود هم کرده زیر آب الان شده رهبر رئیس جمهور آینده مقاومت مسخره است دوستان عزیز خب حالا که تو خنده این بذار یه خبر خنده دارم بخونم گفتیم که دشمنان ایران هر روز زارتر بیچاره تر بدبخت حالا جریان چیه جریان این ما بیمه هیزم نشیده بودیم که بیمه هیزم اومده قرار بزودی بیمه تپاله هم بیاده В <решит> этом году особенность такая, что, как вы уже упомянули, что кража имущества тоже идет на отопление, в отопления, да? Дрова, там, дрова брикеты? и гранулы и брикеты. Ну, я скажу, что. ایلز اندرسون رئیس شرکت بیمه ارگو از گسترش سرقت هیزوم در لتونی خبر داد خب از ناتو هم هست حوزه دریای بالتیک و از مردم خواست هیزوم را در جای دور از چشم دیگران و در مکانهای قفل شده نگه دارند و از آغاز بیمه کردن هیزوم شهروندان خبر داد به این حالشون خیلی خیلی دوستان عزیز قول بتون میدم به می بیمه کردن سرگین و پشکل و تپاله هم شک که نداشته باشید خب این حال روز دشمنان ایران زمین دوستان عزیز خب پس از اینکه حال زار دشمنان رو دیدیم بشنویم صحبت های از سردار سلامی عزیز که هر شهیدی انتقام مجزا داره دیر زود داره اما سخت و سوز نداره و انتقام حتمیست است اینو بشنوید اگر به صحنه فلسطین اشغالی نگاه کنید روزانه میبینید که جبهه مقاومت که یک جبهه رید رید به هم پیوسته و مثل یک پیکره واحد هست روزانه انتقام شهدا را از صهیونیست ها میگیرند البته هر شهیدی طبیعتا یک انتقام مجزایی داره خدا تنها گروهی که تو ایران میشه رو حرفشون حساب کرد رو حرف لیبرال ها میشه حساب کرد خاک تو سر زیبا کلام حسن گمال یا اون لاریجانی طوله ملکه تیم انگلیسیا اون بیمادر شد الان چهار دست پا چلافت اومده راست مطمئن باشید اگر سیاسیونی ترمز نظامی های ما رو نگیرن به زودی محمد منجل هم تنبیه خواهد شد صد در صد شک نداشته باشید دوستان از انتقام حتمیه حالا قطر اومد ریش گرو گذاشت بابا جام جانیه کلی خرج کردیم حال بهتون میدم <applause> گوش براندازان رو واسه تون میگیرم میزنم تو دن سود و بی پی سی هر کسی رو بخوایی واسه ناکار میکنم مگر این چند روز نگه دار <applause> ما هم گفتیم حالا یه حالی بهشون بدیم الان هم خود دیگه تمام فتنه هاشون به شکست انجامید مردم ایران چهره کری و زشت اینا رو شناختن و تو اون جنگ شناختی هم حقیقت ایان شد که اینا به دنبال نابودی ایرانن نیت خیری ندارن و قصدشون هم سوری سازی ایران هن. و امید خدا فرزندان مرتضا علی یکی از دوستانی با رویش فرزندان ایران زمین چرا نمیگیم مطمئنا فرزندان مرتضا علی فرزندان ایران زمین هم هستن منتها از اون فرزندایی که حرفشون حرف پای کارشون میستن وگرنه فرزند ایران زمین به تنهایی کافی نیست دل پولی نجاد هم فرزند ایران زمینه توفاله های خلق هم اینا فرزندان ایران زمینن یعنی فقط به صرف ایران زمین بودن بدون هیچ گونه و کل این طوله های محمد منجل هم همینطور دوست دارن ولی فرزندان مرتضا علی اونا حرفشون حرفه میشه رو حرفشون حساب کرد و همین فرزندان بودن که در و چند سال اخیر کاری کردن کارستون هم تمامیت ارزی ایران رو حفظ کردن پس از 300 سال که ما تکه تکه گاز میزدن از این سرزمین رو میبردن یا شاهانمون حراج میکردن میدادن و همین که ایران رو آنچنان قدرتمند کردن که دیگه غرب آسیا و آفریقا و بخش مهمی از آفریقای مرکزی و آمریکای لاتین و جنوبی و مال خومونه مال بچور خمونه خب وریا غفوری هم بازداشت شد این یعنی کمل زاده آخرش هم رفت و گونی دوستان عزیز اتفاقا امس... میشه گفت تو دور جدید غفوری اولی... جز اولین سلبریتی هایی بود که فعالیت سیاسیش رو شروع کرد با تویتاش و استوریایی که میذاشت دو سه سال قبل سر جران دختر آبی و اینا شروع کرده بود و دیگه بازیش هی افول که میرفت از یه بازیکن معمولی هم بود تویتاش بیشتر می استوریاش بیشتر میشد و کاملا هم خطش مشخص بود حالا هم تو خبری که اعلام شده گفتن که به خاطر تبلیغ علی نظام وریا غفوری بازیکن تیم ملی فوتبال فولاد خوزستان به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت تبلیغ علیه نظام نهایتش یک سال زندان داره البته نهایتش من چهار تا تبلیغ علیه نظام داشتم سقفش البته تخریب توهین و تخریب تیم ملی رو هم نمیدار. البته خوبه این باید بفهمن که کارشون تاوان داره هزینه داره و این فتنه هم نقاب افکن بود نقاب اینا نقاب خیلی اومد پایین قبلا اونا پشت نقاب قایم شده بودن داشتن هم منتفع میشنن از اون ورن با دشمنان اینا برنامهشون این بود که فکر میکردن کار نظام تمومه گفته بودن همونطوری که خیلی از کشورها رو اینطوری از بین بردیم نظامات از بین بردیم اینا هم کارشون تمومه و سلبریتی های دیگه با این نیت که دیگه تموم کار دیگه کار تمومه اومدن وسط ولی تموم نشد تازه شروع شده روبری هم گفتن گفتن ما تازه شروع کردیم هنوز چیزی شروع نشد تازه میخوایم شروع کنیم و تازه اینجاست که داریم سیتومین کاسکلی ما هم داریم کم کم می داریم سیتو کاسه یعنی داریم میایم سراغتون و اینا باید تاوان پس بدن معاون وزارت اطلاعات گفتن تو فایل صوتی که نمیگذری سر موقعش میایم سراغتون شک نداشته باشی دوستان از این. و این یکی از اون لیدر سلبریتیای های بود که کاملا در خط زدیت با ایران و جامعه رو مسموم میکردی کسافت خیلی هم به قول معروف مماشات شد باش تا امروز یعنی هر کشوری بود همون روز اول میزد تو دهنش من تا صبر نیروهای امنیتی ما سیاسیون ما بالاست و گذاشتن خوب حرفاشو بزنه همونطوری که تاجزاده رو گذاشتن یه سه چهار سال هر چی دلش خواست توییت زد دیگه تموم برو حالا آب بخور اینا همینن دوستان عزیزم من میگم آب باشن کی رو میبرن آتیش باشن کی رو میسوزونه مردان پای کار مردان فرزندان مرتضا علی هن. مثل شهید جعفری که امروز پیکر مقدسش اومد ایران اونا مردان پای کار قربونتون برم دوستان عزیز میرسیم به جمله آخر خدا وکیلی میبینید که دشمنان ما زارتر، زلیلتر، بدبختتر، بیچارتر، بیمه بیمه چوب خشک با بیایم چند تا چوب خوش بتون بدیم به بیمه پشکل هم دوستان عزیز انبرنسا هم میرزن و ایران عزیز ما شتابان به سمت فر و اقتدار میره و مثل بولدوزر هم داره موانع و از سر را بر میداره آقا برید کنار دید دستمال لیه نچی شهرتون بیاد گردنمون <تصفح> سپاس از مهرتان پیروز باشید